راستگویی و صداقت. دوستای خوبم، یکی از مهمترین چیزهایی که ما مسلمین‌ها بهش سفارش شدیم راستگویی و درستکار بودنه. تو حدیثی که امروز در مورد راستگویی شنیدیم به اهمیتش پی بردیم که راستگو بودن انسانو به کارهای خوب راهنمایی میکنه و کارهای خوب همون چیزیه که ما رو به بهشت وارد میکنه و از اون طرف دروغ انسان رو به طرف کار بد میکشونه که عاقبت سخت و وخیم دوزخ رو برای صاحبش رقم میزنه. دوستای خوبم، راستگویی یکی از صفات جدایی ناپذیر ما مسلمان هاست، مایی که به خدا و قیامت و به بهشت ایمان داریم. پیامبر مهربونمون برای اهمیت راستگویی می فرماید انسان مؤمن هیچگاه دروغ نمی گوید. بچه ها، راستی و صادق بودن تنها مختص به زبان نیست، بلکه باید رفتار ما هم درست باشه تا با گفتارمون همخونی داشته باشه. از اونجایی که ما مسلمون هستیم و خداوند ما رو بعد از پیامبرش به عنوان کسایی که باید مردم رو به طرف دین خدا دعوت کنن برگزیده. آره، درست شنیدید. خدا بعد از پیامبر این کار رو به ما سپرده. برای همینه که باید توی حرفامون و رفتارهامون راستی و صداقت مشاهده بشه تا اینکه مردم به راستگویی ما شهادت بدن و به خدا و پیامبرش و دین اسلام گرایش پیدا کنند تا ما امانتدار خوبی برای دین خدا باشیم. دوستای عزیزم، راستی و صداقت باعث خوشبختی و موفقیت انسان میشه. هر کدوم از ما اگه میخواد خوشبخت بشه باید از پیامبر مهربونمون که الگومونه پیروی کنه. میدونم که هممون میخواییم از اون پیروی کنیم تا خدای مهربون ازمون راضی بشه و ما رو وارد بهشت کنه. پیامبر اسلام قبل از اینکه به پیامبری مبعوث بشه تو شهر مکه به راستی و امانت زبان زد شهر مکه بود. خیلی زیاد تو کوچه پس کوچه های مکه اسمش زمزمه می شده که می گفتن محمد امانتدار، محمد راستگو. دوستای خوبم، وقتی می دونیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم که الگوی حقیقی ماست این همه به راستی و صداقت زبان زد بوده، پس چه زیباست که ما هم از اون پیروی کنیم. دوستای خوبم، آیا ما اینقدر راستگو هستیم که مردم از راستگویی ما صحبت کنن؟ میدونید بعد از پیامبران این مقام و منزلت راستگویان و نیکوکارانه که در مرتبه دوم قرار میگیره؟ هممون میدونیم که بعد از پیامبر در امت اسلام این جایگاه ابوبکر رضی الله عنه است که نمود پیدا میکنه. میدونید چرا؟ آره، حدستون درست بود. به خاطر راستی و صداقتی که داشت به این مقام رسید. اون راستی رو پیشه کرد و پیامبر رو در دعوتش تصدیق کرد و به این مقام بلند رسید که هر دفعه اسمش رو میشنویم میگیم خداوند از او راضی باد. ببینید تو دل ما چقدر با ارزش و دوست داشتنی شده. دوستای خوبم، بیاییم از این به بعد از پیامبرمون و از یارانش پیروی کنیم، راست بگیم و درست کار باشیم تا اینکه خدا رو راضی کنیم و بالاخره وارد بهشت بشیم. بچه های خوب، با شما، با اونایی که به خدا، به قیامت و بهشت دوزخ ایمان دارند، باید یه تصمیم جدی بگیریم، یه تعهد، تصمیمی بگیریم که در هیچ وقت و هیچ جا اونو زیر پا نذاریم. از امروز با خودمون عهد میکنیم و میگیم دیگه دروغ گفتن ممنوع. هر کاری میکنیم، هر جایی بودیم راست بگیم، چون عاقبت انسان راستگو بهشته و عاقبت انسان دروغگو آتش دردناک دوزخه. پس راست میگیم. خب بچه های خوب، امیدوارم راستگو و درست کار باشیم تا خدا ما رو در دنیا و آخرت خوشبخت کنه. تا برنامه بعد همه تونو به خدای مهربون می سپارم. خدا نگهدار.
محمد رسول.